اینو من الان عرض نشون حضور بدم شما. چون الان گفتی البته آره نشون بده نشون آره بده کاملا جا داره الان حتی همون نسخه که درست آره من میخواستم این آخر برنامه نشون بدم ولی دیدیم اسمشون آوردین من گفتم باید آره آره نشون بدم. ما الان تیم طراحی جمهوری بی خدایان این سه تا دختر الله که تو آیات شیطانی اومده اینا رو ستا رو کشیدیم نقاشیشو من خواستم امروز شما نشون بدم الان هم نشون میدم. البته یه دونه بدون اسم هست یه دونه با اسم هست من جفتشو نشون میدم. من بدون اسمش اینه اینا ستا هستن. خب اینا رو بینیم ما چیز تتوی جمهوری بی خدایان هم اینجا براشون کشیدیم روی کعبه هم نشستن. ولی حالا یه دونه من میخواستم این بدون اسم نشونتون بدم چون با اسمش هم داریم با اسم عربی ولی نمیدونم چرا تتوه رو اینجا این نقاشمون اینو کمرنگ کرده. ولی خب این یکی اسماشون هم داره. اینا دختران الله هستن توی آیات شیطانی. من اینا رو من باید یه جوری پیدا کنم یه کاری کنم که ما هر هفته داریم نقاشی میکشیم از این چیزا. یه جوری باید برای تیم برای بیننده های فارسیمون هم یه کاری کنیم که دسترسی داشته باشن. ولی خب اینو من پیدا میکنم. خب بفرمایید شما درباره اینا داشتین چی میگفتید؟ البته بله عرض به حضور شما که عرض میکردم در واقع و در واقع چیز بود که اینها در واقع بت های مورد پرستش بت پرستان بودن. در واقع کاری که محمد کرد این بود که فقط در واقع اون بت مورد علاقه خودش رو که خب اسمش هم رو اصلا بابرو باباش هست یه عبدالله یه بنده الله بوده دیگه کلا این در واقع رقبای الله رو حذف کرد فقط همون یه دونه رو نگه داشت بقیه رو از بین برد ولی هیچ تغییری توی اصل موضوع نداد. در واقع یعنی خود شعارهای اسلام رو هم که بخواید نگاه بکنید میگه لا اله الا الله محمد رسول الله محمد فرستادی که از طرف الله اومده که بگه که همه اونای دیگه از بین برن فقط الله بمونه هیچ اله دیگه ای نمونه. اصلا خود شعار اسلام نکنید الله اکبر خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ خب از بقیه بت ها. وگرنه اگه قرار باشه خدا یه دونه باشه که بزرگتر بودنش معنی نداره. وقتی میگه بزرگتر اصلا خودش یعنی در واقع داره مقایسه میشه با سایر رقیبانش با سایر همتایاش که در واقع نهایتا با تصرف مکه در واقع و از بین بردن بت‌ها به صورت فیزیکی کلا دیگه موفق شد که در واقع رقبای الله رو از میدون در کنه و در واقع تبدیلش کنه به چیز. ولی خب عملا بخواید حساب بکنید تمام رسومی که توی اسلام داره در واقع چیز میشه خود حج رو مثلا مراسمش رو نگاه کنید احرام تراشیدن سر سعی بین صفا و مروه لمس حجر الاسود چرخیدن دور کعبه قربانی کردن رجم نماد شر سنگ زدن اینا همشون در واقع توی رسوم بت‌پرستای مکه بوده یعنی هیچ کدومش تغییر نکرده اونا فقط در واقع دور بت‌خونه بزرگ مکه میچرخیدن که توش 200 تا بت بوده الان بعد از در واقع ظهور اسلام در واقع دور همون بتخونه میگردن همون کارها رو میکنن که توش یه دونه بت در واقع همون فقط الله مونده بقیهشون چیز شدن و در واقع همونطور که آرمین هم اشاره کرد در خود در واقع چیز توی داستان آیات شیطانی که در واقع چیز شده بود بهش اشاره به واقعی قرانیق اشاره شده اولش که در واقع میاد این مسئله مطرح میکنه محمد بین توی مکه که میگه در واقع چیزی رو نپرستید در واقع فقط الله رو بپرستید بقیه رو بریزید دور خیلی خب طبیعتاً به مزاق بت‌پرست خوش نمیاد علیهش موضع میگیرن در واقع چیز میکنن و محمد در واقع واسه اینکه نظر اونها رو جلب کنه به هر حال اول کار توی به اصطلاح چیز بوده خیلی توی مجبور بوده دست به عصا رفتار بکنه خیلی با احترام چیز کنه دقت کنید تمام آیاتی که توی مکه نازل شده خیلی مسیحواره همشون مثلا موسی به دین خود عیسی به دین خود لا اکراه فی الدین همه برادران با هم دیگه همه برابرن همه با این لحن شروع کرده و عرض به حضور شما که و حتی در ستایش اون سه تا دختر الله هم دو تا آیه نازل کرده بود توی سوره نجم که در واقع چیز کرد که از اونها در واقع چیز میکنه اون سه تا رو تایید میکنه میگه دختران الله در واقع این سه تا هستن و در واقع مورد احترامن که بعدن یه مدت بعد در واقع میزنه زیرش و میگه این آیات رو شیطان به زبان من نازل کرده بود اینا اصلا آیه نبودن من یه چیزی گفتم دیگه در واقع جوری حرفش رو پس گرفت زد زیرش و در واقع که خیلی هم باعث عصبانیت کفار مکه شد. این داستان به قرانیق معروف شد که سلمان رشدی هم توی کتابش اشاره کرده بود به این داستان که دیگه
توسط امام خمینی به مرگ محکوم شد به خاطر چیز، ولی خب این واقعی در واقع تو چیز هستش. من یه ورژن دیگه هم از این هنر رو ما داریم که اینا هیچ کدوم از این لباس ها رو ندارن، ولی اونا رو ما روی یوتیوب نمیتونیم نشون بدیم، روی فیسبوک و تویتر هم روی هیچ جا هم نمیذارم. من الان کلی اکانت ها ما دست دادم به خاطر این نقاشی ها، برای همین اگه میخواین همین هنر رو بدون لباس ببینین، تنها جایی که میتونین ببینین توی پیتریون اکانت جمهوری بی خودان هست. خواستم اینم بگم. البته بسیار عرض به حضور شما که در کل میگم در واقع چیز هستش که حالا این در واقع این دین ها همینطور هی از همدیگه در واقع کپی میکنن، از همدیگه در واقع ایده میگیرن، هی خودشون در چیز میکنن، که حالا در واقع اسلام هم خب دیگه میخواه آخر رو زد، گفتش ما آخرین دین هستیم، حالا کاری نداریم که بعد از اون هم در واقع همینجور دین های جدیدی دارن ظهور میکنن و در واقع حتی در عصر حاضر، یعنی ما ممکنه فکر بکنیم که بگیم این ادیان مال زمانی بوده که بشر مثلا چیز نداشته، به اصطلاح هنوز میترسیده، دانش نداشته، چیز نداشته، مثلا محیط براش ناآشنا بوده، علم پیشرفت نکرده بوده، بشر جاهل بوده، ولی واقعیت قضیه اینه که همین طور در واقع این روند داره ادامه پیدا میکنه. همین این روزها هم ما داریم ادیان جدید میبینیم، یعنی مثلا فرض کنید چه میدونم مثلا یکی از حالا فرقه ها که کاری نداریم، که خود مثلا فرقه هایی که از دین ها به وجود میاد چقدر در واقع گسترش پیدا میکنه و در واقع چیز میشه، بعضیشون در واقع دین های جدید مثلا بهائیت رو شما در نظر بگیرید، خب اونقدری قدیمی نیست، تو زمان تقریبا فکر کنم ناصرالدین شاه بود که در واقع چیز شد، یا بعد از اون مثلا فرض کنید سال 1830 مثلا فرقه مورمن مثلا در واقع اختراع شد، آقای جوزف اسمیت یک کشیش جز بود رفت ادعا کرده گفته مثلا چه میدونم من رفتم به یه شهر دور و یه کتابی که صفحه‌اش از طلا بوده به من دادن و یه خط عجیبی بوده که نمیشد خوند و یه فرشته اومد یه عینک به من داد که با اون من خوندم و یادداشت کردم از روی مطالبش، عرض به حضور شما که بعد اون فرشته اومد کتاب و عینک کتاب طلایی و عینک رو از من گرفت برد یه سری نوشته فقط مون دست من و این شد کتاب مقدس مثلا مورمن. و یه چنین ادعایی رو خب شما نرمالی بخواید بیاید مثلا مطرح بکنید توی جامعه چیز، فرض بر اینه که همه بهتون میخندن میگن برو خودتو مسخره کن، ولی واقعیتش اینه که ایشون واسه خودش دیگه کلی پیرو جمع کرد، یه دین درست کرد واسه خودش، عرض به حضور شما که استقبال زیادی شد، همین الان هم کلیسا دارن برای خودشون مراسمشون رو برگزار میکنن، خیلی هم جدی گرفتنش و خیلی هم واقعا باور دارن که مثلا چیز این 200 سال الان گذشته از این دوستان 200 سال هم نشده، مثلا یعنی خیلی چیز عجیب غریبیه که واقعا این هنوز در واقع این سیستم ها داره ادامه پیدا میکنه. یا مثلا حتی خیلی بعد از اون 70 سال پیش مثلا سال 1950 آقای ران هاوارد مثلا یه نویسنده در واقع چیز بود، این یه جمله معروفی داره میگفته که اگر شما میخواید یه چیزی بنویسید، کتاب بنویسید، هر متنی میخواید بنویسید که برای هر خط نوشته بیشتر از یه سنت بخواید پول در بیارید، باید یه مذهب اختراع کنید. یعنی رسما یه همچین چیزی گفته این نویسنده، بعد رفته واسه خودش یه دین اختراع کرده در همین راستا، اسمش میشه ساینتولوژی، و این دین واسه خودش در واقع گرفته و چیز شد و الان کلیسای ساینتولوژی داریم، چه عظمتی و چه چیزی و چه در واقع خیلی هم در واقع اصلا حتی همین الان شما احساس میکنید که ظاهرا چیزی عوض نشده، هر چقدر که ما فکر میکنیم ما انقدر در واقع دیگه به سطحی از دانش و علم و تکنولوژی و فلان رسیدیم که دیگه در واقع اون حفره های علمی وجود نداره که بخواید انجام بخواید برای اون پر بکنن، همین الان هم نگاه میکنید دقیقا با چرندترین در واقع چیزا با ملت همینجور در واقع دارن همون رفتارها با همون تعصب در واقع دارن به همون دین های جدیدی که ظهور پیدا میکنه معتقد میشن، گرایش پیدا میکنن و در واقع چیز میکنن. این روند همچنان ادامه داره و اصلا در واقع چیز نیست، متوقف نشده اصلا. عرضم به حضور شما که یه چیز کوچیک من بگم، ولی الان هرچی بیشتر تاریخ مداران دارن نگاه میکنن خیلی بیشتر داره واضح میشه که برخلاف مثلا این ادیان دیگه که مثلا میگین میدونیم کی به وجود آوردن اینا رو، این که اسلام و محمد به وجود آورده خیلی تو شک هست الان، یعنی بله اصلا وجود محمد اصلا خیلی تو شک هست الان، این که اصلا اسلام از اون که بله بله
بفهمید. نه مثلا اینکه اصلا اسلام از مکه اومده باشه، اینو دیگه تقریبا میشه 100% نزدیک به 100% میشه گفت که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. اینکه عربا وقتی که از اومدن حمله کردن به یک کشور دور برشون، وقتی که اورشلیم رو گرفتن، وقتی که به ایران حمله کردن، وقتی که به بیزانتاین حمله کردن، اینکه اینا اصلا اسلام اون موقع هنوز وجود نداشته، این تقریبا مطمئن شدن الان از این موضوع. اینکه محمد، اینکه عربا یک شاهی، یک کسی داشتن، یه لیدری داشتن، اینو میدونیم که این واقعا بوده یه نفر که اینا رو متحد کرده، ولی به احتمال خیلی زیاد اصلا اسمش محمد نبوده. خیلی احتمال هست که کلمه محمد اصلا درباره پیغمبر اسلام نبوده، درباره مسیح بوده این کلمه. اینا رو من نمیدونم، اینا رو باید خیلی نمیدونم. شما کرمی جان آیا درباره این موضوع دارین آگاهی سازی میکنین؟ من خیلی دوست دارم که اینو ما درباره این موضوع یه موقع برنامه بیشتر برنامه درست بکنیم. من الان کتابی که خیلی توصیه میکنم به همه، این خیلی دوست دارم این کتاب فارسی هم ترجمه بشه، این کتاب که من دارم الان میخونم دید محمد اگزیست، این خیلی مطالعه روش زیاد شده روی این موضوع، ولی هیچ کسی برای خوب نتونسته برای کسایی که اکادمیک نیستن توضیح بده، این شخص تونسته این کار انجام بده. البته این شخص خود آدمی هست که مثلا اصلا ازش خوشم نمیاد، ولی با اینکه ازش خوشم نمیاد خیلی آدم بدیه، من از خیلی ازش بدم میاد، ولی کتابش با اینکه آدم بدیه، کتابش کتاب خیلی خوبیه. یعنی من یعنی از شخصی با اینکه از این شخص خوشم نمیاد، کتابش رو خیلی پیشنهاد میکنم برین بخون، کتاب خوبیه. و این نمیدونم فارسی ترجمه شده یا نه، ولی این کتابو حتما اگه انگلیسیتون خوبه برین بخونید این کتابو. ببخشید من اینو حتما گفتم. نه من خواهش میکنم. و مشابه اینو خب مثلا راجع به مسیح هم داریم، مثلا یه سری در واقع چیز هست که اصلا میگن مسیح وجود نداشته، اصلا کاراکتری به نام عیسی مسیح وجود نداشته، اینا همش قصه است که بعدها در واقع چیز شده. این در واقع من یه علتی که وارد این فاز نمیشم اینه که اون موقع اینقدر دیگه بحث چالنجینگ میشه که مثلا دیگه ممکنه مثلا چیز کنن، یه مقدار موزگیری در واقع، یه فکر کنم یه ذره قدم بزرگی بود برای این بس برام. ولی کاملا درست میفرمایید، در واقع خیلی از اینها اصولا در واقع وجود اصلا کاراکترهایی که توی مذاهب در واقع چیز شده ازشون اسم برده شده، خودش واقعا جای در واقع چیز هست، چون هیچ منبع موثق و مستندی وجود نداره که اینها بخواد در واقع اصلا وجود داشته باشه. ما به قسمت بزرگی از بحث‌هایی که در واقع با اینها میکنیم بر اساس اعتقادات خودشون میکنیم که در واقع با استفاده از سلاح خودشون به چالش بکشیمشون. مثلا میگیم خب تو مگه نمیگی اینجوریه؟ خب اینجوریه. مثلا اون میگه قرآن کلام خداست، ما از خود متن قرآن سعی میکنیم برای ضربه زدن به خودشون استفاده بکنیم که در واقع چیزشون کنه. میگن مثلا امیرالمومنین مثلا نمیدونم چیز بوده اینو گفته، مثلا خب از خود جمله امیرالمومنین استفاده میکنیم که چیز کنیم. حالا مهم نیست که مثلا من واقعا اصلا وجود داشته همش آدمی یا نه، ولی خب با اعتقادات خودی با سلاح خودشون داریم با خودشون میجنگیم، از اون جهت در واقع ما یه مقدار مانور میدیم روش اینجوری. عرض به حضور شما، یکی دیگه از چیزایی که مثلا توی مذاهب کاملا تکرار شونده است در واقع وجود منجی آخر و زمانی هست که تو همه مذاهب هست، که حالا مثالاش که مشخصا دیگه عیسی قراره برگرده، نمیدونم شاه عرض به حضور شما که یهودی قراره برگرده بیاد مثلا دنیا رو نجات بده، سوشیان واسه زرتشتیان قراره برگرده، امام زمان واسه شیعه قراره برگرده، در واقع همشون مذاهب در واقع یه سیستمی پیاده میکنن که در واقع و بقیده من که باز هم میتونه در واقع چیز باشه، حاکمان دخیل باشن توی این شکل نگرش، توی گسترش این شکل نگرش، به خاطر اینکه شما وقتی در واقع چیز میکنید، حس میکنید که یه نفر هست، مثلا طرز میکنید جهنمی وجود داره، امام زمانی وجود داره، منجی آخر زمانی وجود داره یا چیزی، این در واقع به شما این حس رو میده که شما یه حالت انفعالی توتون ایجاد میشه. ما خیلی دوست داریم که در واقع خیلی از کارا رو خودمون انجام ندیم، چون حالشو نداریم، جرأتشو نداریم، هزینهشو نمیخوایم بدیم و دوست داریم یکی دیگه بیاد انجام بده، ما فقط بشینیم تماشا کنیم. این یه انفعالی توی انسان به وجود میاره. یعنی مثلا فرض کن چه میدونم فلانی اومد حق منو خورد، من زورم بهش نمیرسه، چیکار میکنم؟ مثلا فرض کن نهایتا باید مثلا
دوتا بزنم مثلا جز جیگر بگیرم تو ایشالله گلوت پایین نره تصادف کنی بچت فلان شد، یه به اصطلاح نگرش پیرزنی در واقع به داستان، و که این در واقع توی نگرش مذهبی تبدیل میشه به در واقع اینی که حالا میری جهنم میسوزی، حالا میری نمیدونم حالا امام زمان میاد نمیدونم فلان میکنه، میدونید یه در واقع یه انفعالی این ایجاد میکنه که وقتی شما همچین موجودهایی رو در واقع چیز میکنید، اینجوری هیچ وقت کسی برای احقاق حقش نمیجنگه، هیچ کسی در واقع نه حالا هیچ کسی، خیلی ها در واقع چیز میکنن با امید دادن به خودشون که در واقع اینها اشکالی نداره یه روزی جزاش رو میبینه، خودشون رو سرگرم میکنن، خودشون رو دلخوش میکنن، در واقع رضایت ذهنی برای خودشون ایجاد میکنن که در واقع چیز میکنه، این باعث میشه خب کسی که مثلا چیز کرده با خیلی خب اشکال نداره، تو فکر کن من مثلا قراره برم جهنم، خوشحال باش، منم دیگه خب سرت هم نیا، مزاحم من نشود، حقتو نیا بگیر، منم خیلی هم خوشحالم، مثلا تو اصلا من میرم جهنم، اوکی. خیلی در واقع فکر میکنم در واقع این روش چیز مثلا چه میدونم شما جامعه رو نمیخواد اصلاح کنید چون امام زمان قراره مثلا بیاد وقتی که جامعه با ظلم و جور پر شده، قراره امام زمان بیاد همه چی رو درست کنه، این خودش در واقع نگرش انفعالی ایجاد میکنه که پس خب ما لزومی نداره کاری بکنیم، ما منتظریم که در واقع در یکی بیاد کارا رو درست کنه، یه همه چیز رو همیشه ما منتظر منجی غیبی هستیم، حالا میخواد چه میدونم امام زمانی باشه که چاه میخواد در بیاد، میخواد شاهزاده‌ای باشه که با اسب سفید میخواد بیاد، میخواد نمیدونم رئیس جمهور مثلا آمریکا باشه که میخواد بیاد نمیدونم نظامو براندازی کنه، ما رو مثلا برداره بذاره کشور رو آزاد کنه، واسه همون میخواد نمیدونم مثلا چیز همیشه ما چشمون به یک قدرت بزرگتره، این نگرش در واقع تو شکل‌های مختلف تکرار میشه، یعنی عرض به حضور شما که ما همیشه به جای اینکه به خودمون متکی باشیم همیشه منتظریم که یکی دیگه بیاد ما رو نجات بده، دقیقاً اون در واقع نگرشی که انگار مثلا فرض کنید تو یه دونه داستان دیزنی دارید زندگی میکنید، یه پرنسسید که خوابیده تو تابوت منتظره یه نفر بیاد اژدها رو بکشه بیاد مثلا شما رو برداره ببره بیرون، یه همچین دیدی در واقع توی انسان‌ها ایجاد میکنن که خودشون چیز نکنن، در حالی که شما اگر اون اعتقاد رو نداشته باشی، اگر اون به اصطلاح به اون منجی به اون نمیدونم چیز و بدونی فقط خودتی، اگه خودت حق خودتو نگیری هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه، این نگرش انفعالی رو اگه بتونیم حذف بکنیم که در واقع خب باز خودش در واقع این ریشه در واقع چیز برمیگرده، این خودش باعث میشه خیلی در واقع این حق خواهی و سهم خواهی و در واقع چیز توی جامعه چیز شه، و به همین دلیل خیلی از در واقع حاکمان ترجیح میدن که این نوع نگرش وجود داشته باشه که ملت در واقع خیلی چیز رو حواله بدن به اون دنیا، خیلی چیز رو حواله بدن به در واقع انتقام الهی و خودشون سعی نکنن که در واقع چیز بکنن.